سلام اینجا خودکسته ای پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم میزبان برنامه در کنار من کارون نشسته <applause> <applause> دوست دارم بلند صحبت کنم به حرفای من احترام بزار سلام. به افکار من احترام بذار این هم هست فرهاد فرزاد هم سلام این هفته که سه شنبه که اپیزود اسپشال رفتیم جالب هفته بود کلش اپیزود با جد من دوست داشتم اپیزود حاشا بم کارون برام اون اپیزود آورده تاپیک آورده میخواد ما رو به بند ناکجا آباد باز. قسمت 201 ها 201 201 آره بعدش مثلا 500 ما دیگه جشن بگیریم دیگه همینطور می رسیم 5000 دوست دارم 200 بگیرم بعد 500 اصلا 3750 میخوام جشن بگیرم هر روز جشن ای اپیزود اسپشیال بده چاو بله. توش بگو دوست چه جوری شروع کنم اینجوری با یه سوال تو به هم میگی چه جوری با من برقص اینجوری نمیگی چه جوری شروع کنم از اون جمله‌ای که دوست داری بگم از اونایی که بعد پاس کنیم آقا چی میگن میگن که همون شد همون شد مسخره بازی بزرگوار میگه که ریشه های جذابیت به پایه های محدودیت وصله خب بله آره فهمیدیم آکی اون پایین نیست <مید> <applause> <تصفح> برو یه جوری سکوت میکنه اینا اصلا بعد جا بیفته برام. ما آقا دیگه. یعنی چی یعنی مثلا تو بیا به ایمان بگو اسفناج نباید بخوری دیگه خب اسفناج یه سبزیه که معمولا خیلی آدمو دوست ندارن بعد مزه است و, و اینا به محض اینکه مثلا به یکی بگی دیگه نباید بخوری برای سلامتیت بده تو بیشتر جذب اسفناج میشی که نه دیگه من حتما باید برم اسفناج بخورم حواس میکنی من یه پسر خاله ای داشتم این بزرگ شده فرانسه بود مثلا خیلی هرزم کوچیک بود بله بله این خیلی که کوچیک بود پاشو اومد ایران تهران. آره فرودگاه که بوده اینو خب من بچه بودم یادم نیست از من بزرگتره تعریف میکنم این اولین بار بود که داشت مفهوم مانتو رو میدید خب که مثلا مانتو پوشیده بودن و اینا مانتو کلمه فرانسوی بونجو بونجو آره چه <laughs> <ربت laughs> بچه <applause> از اپیزود قبل باقه بچه <applause> <applause> آره بعد این اول نرسید تعریف میکردن که این انقدر براش عجیب و جذاب بود میخواست خب چیه اینجوری مثلا آدم ها دقیقا میرفته زیر مثلا مانتو مثلا نگاه کنید چه خبره اونجا که اینا پوشوندن خودشونو ولی مثلا جایی که این بزرگ شده خب این اتفاق نمیافته بعد توی ایران خب فیسبوک و توییتر و چوکای مجازی و اینا فیلتره مهم. بله بعد بریم ببینیم که آیا تعداد کسایی که دسترسی پیدا میکنن به اینا کمتره در مقایسه با کشور خارجی اه... حالا بهن. این اتفاق واقعا میافته نمیفته دیگه مهم. هر کسی بخواد دسترسی پیدا کنه اصلا شاید بیشتر ترغیب بشه که بره دسترسی پیدا کنه مهم. به هر قیمتی شده و حالا واسه یه سوالی هم هست که چجوری سوشال مدیا همش تو ایران فیلتره ولی تمام مسئولات تو هر کدومشون هم یه صفحه فعالم دارن تیکای آبی هم دارن تیک آبی هم میگیری چه جوری میشه یعنی تیکای من نمیفهمم اگه بعده که خب بعده برای همه بعده دیگه خودتون چرا میرید صفحه باز میکنید یا مثلا مورد مصرف مشروبات الکلی در ایران خب ممنوعه درسته بریم ببینیم که آیا تعداد کسایی که مصرف میکنن اونایی که کلا نمیکنن که چی اونایی که مصرف میکنن فرکانسش با کسایی که اینجا مصرف میکنن چجوری میشه مقایسش کرد کمتر واقعا میخورن یا بیشتر شده مم. یا مثلا اونجا حتی آدما ترغیب میشن که اصلا چون بریزن تو شیشه ببرن تو خیابون بخورن درست آره. که اینجا کسی عملا نمیکنه یا یا بخورن رانندگی کنن آره. دیگه براتون چی بگم رابطه دختر با پسر تقبیح میشه قفه قفت از قفت آره. مدارسمون که جداست بعد با چه هدفی این کار انجام میشه آیا هدف اینه که به خطا نیفتن مثلا آدما راه کج که میخوای یک با یه حرف دیگه شروع آره مگه میشه که شما انسان رو از طبیعت خودش دور کنی تو نمیتونی مثلا به یکی بگی غذا نخور گرسنه نشو نمیشه دیگه درست و به همون شکل هم ما نمیتونیم بگیم که کنجکاو نباش حالا با جنس مخالفت ارتباط برقرار نکن یا موافقه آره موافقه که میذارن دیگه میریم مدارس به هر طریقی و اینکه من بچه بودم همون فاز دو که بودیم اکباتان من یادم یه دوچرخه بی ام قرمز داشتم عاشقش بودم پول خوب آره نه. دست دو خریده بودیم خیلی بره. بره. سالم دوش نکش خب بعد من یادم اونجا مثلا از یه مسیری داشتم با یه مثلا سنا خیلی کم بود دیگه با یه دختری با هم می اومد اونم سوار دو چرخ اینا بود بعد رسیدیم به خیلی سن کم رسیدیم مثلا به مادر این دختر من جمله رو هنوز یادمه مادر به مادر به دختری گفتش که با آقا پسر صحبت نکنی یا با آقا پسر بازی نکنی یا تو رو آقا پسر خطاب می‌کنه بله بله بعد دیگه من همونجوری راهو کشیدم رفتم بعد دیگه مثلا هیچ وقت با این صحبت نکردم اون مادر میدونسته چی داره میگه <تصحبت> ولی تاثیرش تو ذهن من مون که آقا واسه بچه این میگه چیه شد برای مگه خار داری بعد تنها اتفاقی که تنها که <applause> به واسطه جدا کردن مدارس میفته اینه که دختر پسر هم نمیشناسن میرسه زمان دانشگاه که دیگه اصلا نمیشناسن میبینیم که اصلا ارتباط برقرار کردن با پنجاه درصد جامعه رو بلد نیستیم با خلقیات و احساساتشون آشنایی نداریم نداریم و همه هم میگن که انسان موجود اجتماعی و این داستان ها ولی عملا اتفاقی که داره میافته اینه که ما 50 درصد جامعه رو از همدیگه محروم میکنیم ازی بگم حالا یه اتفاق دیگه که میفته اینه که شما 50 درصد جامعه رو حالا توی خانواده حالا جنس مخالف وجود داره که تو باشون حالا ارتباط داشته باشی مثلا مادر خواهر فلان اینا اونا رو یه جورایی میشناسی ولی رابطه اونا با تو خیلی متفاوته آفای. و از بقیه هم همه میخوای که همین رابطه رو داشته باشن و اصلا شده است دیگه مثلا. خیلی بدتر میشه دیگه یعنی یه اتفاق خیلی عجیب میفته سلامت کاملا به دوره و این همه هزینه میدیم هزینه چیه اینه که روابط اجتماعی خوب بلد نیستیم طرز صحیح ارتباط برقرار کردن با پنجاه درصد جامعه نصف جامعه رو بلد نیستیم و همه رو داریم از جوونا میگیریم دیگه به چه قیمتی حالا اینا که توی حالا دوران جوانی اتفاق میفته باعث میشه پس فردا توی زندگی شخصی هم دوچار مشکل بشیم دیگه بالاخره به تبع اون خانواده ها دوچار مشکل میشن و اگه از سطح بالاتر نگاه کنیم خانواده ها دوچار مشکل باشن اون ارتباط عمیق و سالم و با کیفیت برقرار نباشه خب جامعه تو سطح بالاتر به مشکل میخوره نسل بعدی که تربیت میشن دوباره یعنی چرخ مملکت درست نمیچرخه چه تفکری پشت این قضیه است و چی آفرین همه این کارا رو میکنیم به چه چیزی خروجی مطلوب چیه اینه که به خطا نیفتن ولی در عمل چی میشه آیا این باعث میشه که جوانا کمتر با هم ارتباط بگیرن قطعا نه به خطا میافتن قطعا نه و اتفاقی که میفته دقیقا همینی که ایمان میگن اون ارتباطی که میگیرن احتمال به خطا افتادنش به مراتب بیشتر از زمانیه که شما آزاد باشی بیرون طبیعیه اه. وقتی غیر طبیعیش می‌کنی تو بدتر میخوای بری بیفتی دنبال اون قضیه ببینی چی بوده که ما رو ازش من کردن من حالا انگلیسی‌ها یه مثالی می‌زنن که میگن شما اگه یه چیزی بگیری تو دستت تی فشار بدی بیشتر و بیشتر این از بین انگشتا دارم بیشتر, بیشتر <تصفح> <تصفح> این از بین انگشتا میزنه بیرون یعنی هر چیزی محدود کنی بیشتر فشار بدی بالاخره رو پیدا می‌کنه. دستاتی که حالا همینجوری بگیریش غالبا اتفاق خاصی مثلا مثال شخصی بزنم من دوران دانشگاه با یه کسی بودم که این خیلی آه؟ نه این خیلی خانواده فهیمی داشت بعد مثلا ما میرفتیم خونهشون نمیدونم با شما مادر پدرش صحبت میکردیم حالا بازی میکرد پوکر بازی میکردیم با آخ میرفتیم با هم فلان خیلی باز بود هم خودش هم برادرش همه چیز روشن بود و هیچ محدودیتی نبود از جانب خانواده برای هیچ ترس و تهدیدی نبود این باعث شده بود که چی بشه این آدم جزب اگه حالا بشه بیشتر آره اگه معیار رو این میخواستیم بگیریم که مثلا دختر پسر رو از هم دور میکنن که با هم ارتباط نگیرن این اتفاقا مثلا تا سن 21 دو سالگی با هیچ کس هم وارد ارتباط نشده بود میجی <applause> میخوام بگم ولی اون از آزادیه رو داشته بود. با این که تو آزادترین حالت ممکنه بود ولی برعکس خیلی روشن و خیلی رو راست بود با مادر پدرش اونا همه چیز رو میدونستن و این هم اتفاقا با هیچ کس وارد رابطه نشده بود نه اینکه معیار باشه وارد رابطه نشدن <تص> معیار نیستا ولی میگم حتی اگه معیارتون اونه برای محدود کردن که داره نتیجه عکس میده درست <تص> <تص> بعد براتون بگم که دیگه اون برای قضیه خانوادههایی که خیلی محدود میکنن چه اتفاق میافته بچه ها تا جعل کردن مدرک سفر پیش میرن که مثلا یه مسافرت با دوستاشون باشن برن <تصفح> این چیزایی که من دیدم خب خانواده چی رو ترجیح میدن اینکه دروغ بشنون و بچه ها کار خودشون رو بکنن یا اینکه راستشو بدونن و باز بچه ها کار خودشونو بکنن چون در اصل بچه ها کار خودشونو میکنن یه سوال بپرسم در مورد امید. آمریکا و اینا صحبت میکنی؟ نه من اینا نمیخوای صحبت کنی تو آمریکا؟ نه تو آمریکا اشکال نداره بگم نه بگو اون که محدود بود. ممنوع بوده آره یه مدت میان مشروب رو توی آمریکا محدود, محدود, میکنن دیگه در واقع ممنوعش میکنن نمیتونه مشروب بخوری و میگن که درصد استفاده از اون حالا متا رفته بود بالا امه. میگن که چیزی که میگن میگن که میل استفاده از اون چیزی که از بین نمیره شما وقتی میریزی محدود میکنی فقط خود در واقع اون مقدار پر، اون میاد پایین تر اون وقتی میل شکیه تازه قیمتش میره بالا و کلی هم آدما در واقع جذبش میشن چه سالی بوده از سال 1920 تا 1933 1920 <applause> <applause> آره که مشروب ممنوع بوده و اینا حالا اتفاق دیگه هم که میفته حالا کارون بهش اشاره کرد من از یه دیده دیگه بهش نگاه میکنم مثلا شما اگر که بخوای مثلا مشروب بخوری توی ایران باید بری زنگ بزنی شما فلان ساقی فلان چیز و مثلا ورداری بیاره فلان جا یه پرسی خیلی عجیب و خیلی گنگستریه آره به قول معروف ولی خب اگر که واقعا حالا یه چیزی آره خب 24 ساعت, در منزل تحویل آره اینجا این اونم هست دیگه حالا میگم اینجا اون بهتره که تو بری مثلا از یه جایی متایی بخری که مطمئن باشی استاندارده مثلا مشکلی نداره چه میدونم چیزای بعد دیگه ای نریختن توش و اینا یا یعنی اینکه شما ترجیح میدین که مثلا با اون روش گانگستری مثلا پنج برابر قیمت این متا رو خریداری بکنید از اون میزنه بیرون دیگه کاملا درست حرف شما حتی این اشتباه نشه من راجع به خانواده ها میگم شخصی نیست نه اینکه تک تک خانواده ها چرا این کارو نمیکنن فرهنگ اینجوریه رویه رایج در واقع اینجوریه حرف ما سطح بالاتره سیستم باید باشه باید آموزش باشه نگاه از بالا باید باشه چون گفتیم در نهایت حالا بچه هایی که تو این خانواده تربیت میشن پس برای وارد جامعه بشن و وقتی نتونن با هم درست ارتباط برقرار کنن ارتباط سالم سطح بالا چیزی که اگه آزادشون بذاریم قطعا این اتفاق میفته ولی محدودشون کنیم اون چند ز... حالا زمان محدودی هم که با هم ارتباط دارن میرن سراغ کارهای ناجور این باعث میشه که جامعه فردای ما هم در واقع چرخش درست نچرخه یه مثال دیگه بزنیم بگو. فیلم های مستحجن آها آه اینو میخواستم منم بگم که جالبی فیلم های مستحجن. محدود کردیم همه جا فیلتر و اینا واقعا فکر میکنیم مصرفش کمتر شده به قرآن اصلا. زمان ما تو مدرسه اصلا. بچه ها میذاشتن تو شورتش می <تصحق> 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 سیدی آره اینو آره گوشی گوشی ها رو میذاشتن با اون کاری ندارم سیدی ها رو و مثلا طرف عرق می‌ریخت مثلا با هزار بدبختی اینا رو دلت نیردی دست اون زنید آره آره پچه ها درشو ولی خب چرا آره من خیلی دوست دارم میشد آمار دقیق گرفت که مثلا سرانه مصرف فیلم های مستحجن تو ایران چقدره توی خارج از کشور چقدره نمیشه این کار کرد بخاطر اینکه وی پی ان میزنن آی پی شون عوض میشه نمیشه آی پی رو ترک کرد میفته بعد بخش شمارهش واسه اینا نه معمولا میفته برای اروپا شرقی مثلا آلبانی آمار تو وی پی ان میزنی میری میره. تو آلبانی و از اون طریق واسه میشه آلبانی خیلی مصرف دارن <تصفح> <تصفح> آره ولی آره منم تجربه شخصی رو بگم واسه خاطر تو ادامه بده بعد من جمعیت آلبانی مثلا 5 میلیون سرانش 80 میلیون دارن استفاده کرد. میخواد تجربه شخصی اوه داره. تجربه شخصی آره. فیلم مستجم نه اینو توی اپیزودهای قبلی هم گفتم حالا سیزن اولی وقتی ب... که اومده بودم اولین بار اومدیم کانادا آه. خب تو ایران تو همون دبیرستان و اینا همین شرایطی که خب ایمان گفت بود دیگه خیلی داغ بود هر روز مثلا چیزهای جدید میومد. اومد همه حتما بلوتوس میکردن و اینا بعد من اومدم اینجا خب اینم پس ذهنم بود دور برامو نگاه میکردم اینا اون اتفاقا میفته یا نه اصلا اتفاق نمیافتاد بعد که گذشت حالا اون یکم زبان من بهتر شد تونستم دوستینا پیدا بکنم ازشون واقعا خب پرسیدم گفتم شما این این مطلب واسهتون چیز مهمی نیست امورتون آره آره و اون یکم تعجب کرد گفت نه دیگه خب هست بعدم ازش میپرسیدم به اون مقدار و به اون شدتی که تو ایران مصرف بچه ها بود ایرانی عص... بود این شخصی که می‌پرسید ایشون جایی مصرف نداشتن <laughs> اصلا نداشتن و خیلی من ذوق کرده بودم اینو می‌دیدم که اصلا به خدا دق نیست ولی تو ایران واقعا یک از هر روز این بود که <laughs> <laughs> آره <برشو laughs> هر روز آره بچه‌ها بعد جمعه که می‌شد خیلی <laughs> خوشحال بودن که شنبه که ساقی میاد داره. بعد حالا اه... <applause> راهنمایی چرا به اینجا رسیدیم که <applause> <applause> داریم اینا رو خیلی اوپنلی مطرح می‌کنیم اتفاقا این چیزی که برای جوش صحبت آره شد مسئله که خیلی باش درگیر عملی صحبت نمیشه آره چند تو... نفر گرفتن تو راهنمایی آره گرفتن شما یه راهنمایی با ایمان که بودیم یه اید شد من رفتم مسافرت اومدم خب ام. اما از مسافرت که برگشتیم همه گوشی خریده بودن تو قبلش هیچ کی گوشی نداشت بعد گوشی ها خوب اون موتورولا بود که مثلا حافظه داشت و عکس و اینا میشد روش ذخیره کرد همه یه بچه گوشی با کیفیت بعد این مسئولای مدرسه این لامصبا به جن که تمرکز بذارن واقعا روی حالا آمزش. آموزش, و پرورش تمرکز رو مسئله جانبی یهو اتک میکردن به کلاس همین چیزی که ایمان گفت رو میده <تصفح> سیدی بریزه بچه ها او. پشت شوفاژ و زیر میز و اینا اینا گوشی گرفتن او. چه گوشی یک بچه ها رو از چندی نفر گرفتم مال یک بچه رو گرفتن رفته بودن عکسایی اکس. که تو گوشی بود و کامل بالا پایین کردم حالا عکس خانوادگی میرو توش داشت همین من اینو از دور داشتم اتاق دفتر اتاق چیزا رو میدیدم با. در این حد بود که مثلا مدیر و ناظم و اینا وایس بعد به یه معلم داشتن نشون میدن گوشی این دستش بود هی بالا پایین و اینا بعدی ما گفتیم که خب که بدبخ شد دیگه اینا مثلا اخراجش میکنن دیگه بی سواد میمونه اینقدر طرف مسلط عمل کرد که من باور نشدم رفتش اونجا گفتش که شما اصلا حق نداشتید گوشی منو ببینید شاید عکس خانوادگی اون تو باشه شاید عکس مادر من اون تو باشه قضیه حالا حل ولی واقعا به نظر یکی از بهترین آرگومنت هایی بود که میشد با اون آدمای بیخردی که توی مدرسه سعی آخه... بچه رو پرورش بدن صحبت کرد یه دیگه حساب متاسفانه میگم خیلی تکنولوژی خیلی سریع هم مثلا وارد یه کالچر این یه فرهنگی میشه بازارم گوشی هم مثلا گوشی های موبایل هم خیلی یهو پیشرفت کرد و یهو وارد حالا جامعه ایران شد و مخصوصا نفوذ کرد تو بچه ها و مثلا کسایی که راهنمایی و دبیرستان و اینا اون کسایی هم که مثلا مدیر و نازم و اینا بودن اونا فرهنگش رو نداشتن ام. یعنی اونا هم اگر که میخواستن بیان چیزی یاد بدن به نظر من چیزی برای قابل مثلا ارائه نه آره مثلا آم. یارو میاد چی مثلا به ما یاد میداد که آفرین برای همین میگیم ایراد به تک تک آدما وارد نیست باید آموزش از بالا باشه اون موقع به جای اینکه بیان فشار بذارن رو بچه ها مثلا گوشی رو بگیرن پدرش رو در بیارن آقا کلاس میذاشی یه آدمی که سوادش رو داره بیاد صحبت بیاد معلم های پرورشی یارو بی سواد میبنید شروور راجب این مسائل به ما میگفت پرورشی من یادم ادم. یاوه میگفت دوم دبیرستان بودیم ما من دوم دبیرستان از ایران اومدم بیرون ببین رو است. این میشنس انواع انگلو هست این, این طرف میشنس این میشنس انواع انگل به ما میگفت و میگفت بنویسید میگفت شما من میگم بلند شماها بنویسید اون همینطوری اینطوری بود یعنی بعد آخر... کمکی علومتون بوده فکر نه بابا اصلا <تصفح> هیچ کمک علومم نبود بعد آخرش این بود که هر کی دفتر هرکی کی باشه نمره بهتری میگیره دوم دبیرستان هجی. مثلا توی یه شبه مدرسه خودم. بعدی هم نبود دیگه خداوکیلی مدرسه ای که ما میرفتیم مدرسه حالا <تصفح> شما اون موقع دیگه راه تو از ما جدا کرده بودی ولی مدرسه مثلا معقولی بود مثلا بابا راهنمایی معلم پرورشی من من خیلی مثلا گفتم ببخشید کسایی که میشتون توی توییتر هم به من خوش داده بودن من دیگه مثلا رو نمیگم ببخشید راهنمایی که بودی معلم پرورشی داشتی مثلا این دیگه این با نمکه بود اون میومد جوک برای ما تعریف میکرد نمیدونم ها آره یه تو مایا یه نوت دستش رو میگرد توی فوتبال آره. که دوربی نگیره این اومد مثلا با میشه تو پوله که میدونید به کروات چی میگن بعد میگفتیم چی مثلا میگفت فلش معامله بعد همه میخندیدن دمشکن. اینجوری وقت ما رو تلف کردن به که یه نفر بیاد اونجا توضیح بده آقا مثلا اینقدر فیلم میبینی شما چه اتفاقی برات ممکنه بیفته پس برای تو زندگی شخصی به مشکل برمیکنی و یه مثال دیگه بزنیم شما تو رابطه آه خودت آه رو در این مستجر این ادامه مثلا مختلفو میگم نه, نه یه ادامه بدی داشت که دیگه نمیدی خب برو آره تو دلش میمونه رابط. رابط. بگو, بگو نه 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 نمیگم خیلی دیگه بعد توی رابطه آمپوله خودت تو آمپول چیه بگو دیگه خب بگو. الان گفتی یه مدت میگفتن که آمپول اومده آها آره چی بوده بابا خیلی معروف بود تو راهنمایی زمانی که ما درس میخوندیم میگفتن آه. میان مثلا میخوان ببینن که نه ببینن که مثلا کیا این کارو میکنن آره خودشون چیز میکنن کار دیگه بعد میگفتن که میان به شما یه آمپولی میزنن هر بالا بیاره این کارو میکنه آره بعد میگن بدو دور حیات با هر آره بالا بیاره یعنی اینجوری بعد به خانوادهش اینا به اسفا نرسیده استرسی که سرسی که یا ما به جان که بیایید آموزش بدید برای چی مغزه بچه شبقه هم هیچی که <تصفح> بعد <applause> مثال بعدی توی رابطه شما خودت رو از طرف مقابل دریق کن آنچنان جذبت میشه آنچنان جذبت میشه رو <applause> زود جواب نه آره حالا این رو تعریف کردم این مثال رو آره 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 زدیم برف این گوش نهنی کار خود مثال بود <applause> این مثال ها رو زدیم که همون باش آشنایی داشتیم و میتونستیم ارتباط برقرار کنیم ولی حالا داستان چیه چرا مغز این کار رو میکنه این داستان شده این ویژگیه که مغز خودش پرورونده که وقتی دسترسی به چیزی برای ما آسون نباشه انگلیسی چی میگن م. hard to get سخت باشه بری بگیریش هر چیزی میتونه باشه آدم میتونه باشه نم وبسایت میتونه باشه نم مشروبات همه اینا پول همه چی وقتی hard to get باشه مغز این برداشت رو میکنه که به به احتمالا اگه بهش برسم هم پاداش یا ریوارد بیشتری من قراره بگیرم قابل توجهه کلا ما زندگی پاداش محور داره دیگه مغز میخواد ما یه سری کار رو انجام بدیم که دوپامین ترشح شه دوپامین اتیاد آور همون سازی از هم که تو برمیگرده به دوپامین اون عشق است کارو میکشونه به دوپامین <تصفحك> 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 به خدا این هر هفته داره هر چی میگی ما رو میکشونه به دوپامین یه دوپامین فروشی پیدا کنیم تو یه کوکائین هست تو همه چی این مغز دنبال پاداشه هر چی سخت باشه انتظارش اینه که پاداشه بزرگتری در انتظار ماست مثل اسفناج که بهت میگن نخور فکر و من برم بخورم مثل سر خاله ما که اومده بود مانتو بریم ببینیم چه خبر بریم بس این پس اقای شما کیا رو میدم زیرش هر کی دیگه خیدا میشد میرم دیگه آره حتی قضیه رو از دو جنبه میشه بررسی کرد نه گوزه رسیده تو فرودگاه تکیه دو پا از این سر تا اون سر بوجو مات بازل اخ بخندی راحت عزت ببرید و قضیه رو از دو تا جنبه میشه بررسی کرد یک که وقتی شما یکی رو محدود میکنی دسترسی به یه چیزی رو محدود میکنی طرف که بهش میرسه آیا همون اشتیاق قبلی رو داره یا نه یا مثل یه قله ای میمونه که فقط خاصی فت کنی و مثل دستمال مصرف شده اینجوری بندازیش دور که این برمیگرده به اپیزود قبلی ایمان که چرا هر چی که خوب زود تمام میشه اینا که بازم میگم کارون یه اپیزود در مورد رفته بود قبلا نه ماشینه ماشین گرون قیمت میگیری آدمی که پانه میداد و مثلا بهش میرسی درست نیست که من فوش بخورم اونجوری جذابیت نداری نمیذاره دیگه اونجوری برای جذابیت نه این یه جنبه یه که میشه به این قضیه نگاه کرد که خیلی مد نظر من نیست جنبه دومشی که مد نظر من برای این قسمت اینه که شما با سختتر کردن دسترسی به خیلی موارد ما رو در عمل بیشتر تشویق میشیم که بریم به اون موارد دسترسی پیدا کنیم تراحی مغز ماست این طبیعت ماست و حالا یکم بیایم از بالاتر چه سر تکون این طراحی مغز ما رو جالبه آره یکم بیایم از بالاتر که به قضیه نگاه کنیم به همین قضیه که ریشه های جذابیت به پایه های, های, های محدودیت ها. <تصفح> وصله <تصفح> اینه که هدف چیه هدف اینه که دسترسی به یه سری مفاهیم مثلا غذا فرد کالا وبسایت هر چیزی رو محدود کنیم امه. هدف اینه درست راهکار چیه وضع قوانین سخت، سفت و سخت خروجی چیه بیشتر جذب شدن آدما به اون مفاهیمی که هدف این بوده که محدود کنیم امه. حالا بیایم یه تویک میگن یه جای قضیه رو عوض کنیم هدف رو ثابت نگه داریم میخوایم آدما دسترسی پیدا نکنن به این سری چیزا کسایی که نمیدونن داره معادله حل میکنه فقط خواستم در جای قلم بگیرید دست راه کار رو بیایم برعکس کنیم بعد استقرا بزنیم ببینیم خروجی چی میشه استقرا سر پیش گفتیم راه کار رو برعکس کنیم برعکس کنیم یعنی چی یعنی به جای اینکه قوانین سفت و سخت وضع کنیم بیایم آزاد بذاریم و استقرار زدنش هم اینه که بریم مثالهای های مختلف رو نگاه کنیم ببینیم تو چه مواردی بوده که آزاد گذاشتن و اتفاقا اشتیاق کمتری توی آدما بوده برای استفاده کردن از اون مفاهیم مثل مثل همون آدمی من... که من باش در ارتباط بودم مثل, مثل, آزاد مثل آزاد ویدی که اینجا آزاد. آره. آره. مثل حالا آه. حالا فرچی که اسمش رو میذاری که اینجا آزاد شد آره مثل که اینجا آزاده و جای دیگه که آره. نیست مثل همین سایت مستهجن مستحجن که فرهاد مثالش از دبیرستانشون زد اون فکر کنم چیز باشه راهکار اینه مثال آقا آز... باشه <applause> آزاد باید بذارید آدم ها رو خروجی چی میشه عادی بودن اون موضوع درست صحبتشو کردیم کمتر مشروب میخورن تو خیابون کسی مشروب نمیخوره نمیریزه تو شیشه ببره بیرون رانندگی نمیکنه واقعا اگه وجود داره دیگه آره عادی بودن برخورد با 100 درصد آدم و به جنگ قابلیت و ارتباط پنجاه درست داشتن با 50 درصد من از دست بدیم یه مثال خیلی ملموس این وسط یه تمام نکنم چرا یه جمله رو این عادی بودن روابط به نظر من تنها راهیه که میشه به برابری جنسیتی رسید یعنی تو بچه هایی که تو مدرسه جداگونه بزرگ شدن مهم. نمیتونی بکنی تو مغزشون که زن و مرد برابرن که اگه از اول ولی کنار هم بزرگ شدن واقعیت اینه مهم. دیگه با این مفهوم بزرگ شدن درست بگو مثلا آ این مثال راجبه همین ممنوعیت و الکل و اینا خب چند هفته پیش من یه مسافر رفتم به لاس فگاس بعد بلاد خب... کفر بلاد کفر بعد یکی از آیتم هایی که خب همه میگفتن و ما هم شنیده بودیم بود که نوشیدن م... مشروبات الکلی تو خیابون و اینا آزاده یعنی همه جا آزاده جایی نیست که دیگه ممنوع باشه <تصفح> و من اینطوری بودم که خب اوکی الان میریم اونجا همه مثلا یه بطری و یه مثلا شیشه آب دستشونه ولی بود ولی مثلا از ده نفر شاید مثلا یه نفر واقعا یا خیلی محدود بود که خیلی بر من جالب بود احتمال خیلی زیاد توریست بودن یعنی با همه نه با اون فضا یعنی آشنایی نداشتن دیگه تو مثلا چه من ده روز بمونه اونجا خب دیگه براش عادی میشه که مثلا چه یه من میتونم همینطور که رامیرم مشروب با مزه بده این کار ولی خب چون همه جا تو اکثر شهرهای حالا آمریکای شمالی ممنوعه دیگه تو تو خیابون نمیتونی بخوری مثلا چاشمه سوری چیز میشه تو ماشین نمیتونی بطریش باشه یعنی تو بطری باز شده نه بطری بستش هم اگه هست باید توی چیز سیاه باشه بعد سی ثرو یعنی نه باید توی پلاستیکو بتونی ببینی اه. اه. مثلا نمیتونی شیشه مشروب بذاری چون رو صندلی عقب ماشینت ام. باید پوشیده باشه اره. بعد حالا قدیما با ایمان راجبه همین مشروب و مواد مخدر صحبت کرده بودی ممکن بود من انتظار داشتم که تو اینجا از من ایراد بگیری که چطور تو اون موقع مثلا مخالف بودی آدم ها عوض میشن ساعت فکرشون همه میاد بالا تختامش <تصفح> <تصفح> کنه <تصفح> حالا خوب... اجازه میده که آره خود <تصفح> <روشت نشون بایدی؟ تصفح> اون دارم برات میواشم یهو شروع کنم که این ایراد واردیه اما حرفی که من میزنم تمامی موارد رو شامل نمیشه بیشتر یه وقتای خب یه موضوعی واضح آقا یه مدل یه سری از موادهای های مخدر اینا سلامت به خطر میندازه مغز رو چی کودن میکنه به قول علی دگر <applause> دیوانه میشی اون واضحه ولی یه چیزایی از طبیعت انسانه طبیعت انسانی که موجود اجتماعی کنجکاوه با همه میخواد در ارتباط باشه نمیدونم همونجوری که گرسنه‌ش میشه نیاز جنسی داره نمیدونم یه جوری بعد استرس و فشار خالی کنه مشروبات الکلی نیاز همه اینا هست دیگه جلو طبیعت رو نمیتونی بگیری و هرچی محدودتر کنی بیشتر اون آدم جذب میشه میدونی من هم چیه هر جا که تو مشروعات الکلی میاری توی اون قضیه تمام متای دیگر هم نمیتونی فیلتر بگیری یعنی مثلا حالا مشکلی که داره مثلا من میگم کوکائین که دیگه میگن دیگه که دوپامین ترشو میکنه مثلا اینجا اگر که مثلا بخواد کسی بخره باید بره از چه میدونم و فلان و اینا توی کوچه تاریک و کش بده مثلا یه خیلی بدی قاعدتا من نگرفتم ولی مطمئنم که اینطوریه ولی خب اگر که مثلا میشد مثل الان که مثلا ماریجوانا آزاده میرفت توی مغازه میدونست چیزی که داره میخره درست پولی که داشت براش میداد حالا تکس صد درصد تکس روش ببندن تکس مثلا هر چیزی که هست و اون مثلا اون از اون پوله میشه استفاده کرد برای چم حالا ریسرچ های مختلف برای یه پروداکشن لاین مثلا بهتر و اینا ای که به نظر من اون فکتورای منفیش فاکتور مثبتش به فاکتور منفیش میچربه می اینطوری کوکائین هم باید مسیری که حالا مشروب و ویدیو اینو طی کردم طی بکنه مطمئنا حالا دستایی که پشت پردش هست و ما از هیچ خبر نداریم و اینا آره یعنی پولی که دست حالا اون گنگا بیفت به جایی که دست اون گنگا بیفته که بتونن باهاش نمیدونم اسلحه و مثلا چیزهای مختلف بخرن که توریستای مثلا توی کشورهای مختلف و مثلا اذیت بکنن که مثلا فکرم صد بودا میگم مثلا ببخشید توی مکزیک بود که مم. فکر کنم شیش ماه پیش اینا یکی از این گنگای یه خانواده رو گرفتن سر بریدن به خاطر اینکه داشتن امکاناتشو و اون قدرتشو داشتن به خاطر که پول زیادی بهشون میرسه اگر که اون پوله به حالا دولت میرسید به نظر من اینطوریه که دولت هم میتونه چیز کراپتی باشه میتونه فاسد, فاسد, فاسد باشه. باشه من اینو واقع فاکتور نمیگیرم ولی خیلی کارا رو نمیتونن انجام بدن دیگه او. نمیتونه مثلا واسه سری بره با اون پولی که داره میتونه جای دیگه اینو هزینه بکنه حالا پول خودشو ببره بالاتر شاید برگشتش به به صورت مستقیم به مردم نرسه ولی خب به نظر من توضیح میشه به آره. حتی حالا توی دوش. موضوع بحث زیاد از ابعاد مختلفی میشه بهش نگاه کرد من همچنان حالا روی مواد مخدر سنگین نظرم همون قبلی است درست حرفی که میزنیم تا زمانی که حالا تحقیق انجام شده و میدونی سلامت انسان رو به صورت وحشتناک به خطر نمیندازه نمی نمی مثل محصولاتی که از آقای زکریای رازی به بعد تولید شده تا اونجا به نظرم باید آزاد باشه و بیشتر جلوشو نگیرن که بدتر میشه بیشتر آدمو جذب میشن <متصفيق> حالا روی این مواد وحشتناک اون بحث جداست ما همچنان میگم نظرا نظرم به اون سمت که باید محدود باشه که نباشه دیگه هر کسی بخواد دسترسی پیدا کنه مشکلات خودش رو پیش میاره دیگه همین بود دیگه این قسمت رو با یه جمله ایمان پسند شروع کردیم ربطش دادیم به مغز و دوپامین <applause> که فرضا داشته باشه دیگه چیزی نموند خودت از این موضوع اصلا لذتی نبردی من فقط من به خاطر این پارادوکسی که توش پیدا کردم خیلی لذت بردم که شما هرچی محدود در میکنی خروجی برعکس میشه آزاد بذاریم تنها راهش به نظر من همینه نه واقعا موافقم با آزادی همیشه موافقم زنده باد آزادی <تصفح> <تصفح> خیلی خوب این بود اپیزود 201 ما با توی تمام فضای مجازی آها میخواستی چیز بری؟ فکر کنم دیگه تمام کنیم چون خیلی آره. داره میشه از بچه آره ایمانی اسکی هم میخواد بره من پول دادم بابت این اسکی آقا, آقا ما توی, توی تمام فضای مجازی اسم پادکست توی تلگرام توییتر فیسبوک اینستاگرام و اگر که میخواین با ما مستقیم داشته باشید ما پروفایل داریم توی تلگرام برای ما پادکست تاکس که میتونید اونجا برای ما پیام صوتی تصویری و نوشتاریتون رو بفرستید ما میریم و هفته دیگه با دو تا موضوع جدیدی برمیگردیم فعلا خدافظ 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 خدافظ